سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان تریدر، امیدوارم حال همگی خوب باشه. امروز میخوایم راجع به یکی از مهمترین بخش های ترید کردن، یعنی داشتن یک برنامه برای ترید کار بکنیم. خدمتتون عرض کنم که صحبت های امروز مهم نیست شما روش چارتی میخواین ترید کنین، حالا جفت ارز هست، طلا هست، نفت هست، رو هر چی که میخواین کار بکنین جواب میده، چون در واقع میخواین با استفاده از تایید دیلی توی تایم فریم پایین تر مثل 5 دقیقه 1 دقیقه مسیر قابل تریدمون رو پیدا کنیم، توی اون مسیر استراتژیمون رو پیاده کنیم. خب چرا گفتم برنامه برای ترید؟ چون در واقع سر صبح که شما کامپیوترتون رو باز میکنین، حالا مثلا دارم میگم زمان قبل از اوپن اروپا، داریم به اوپن اروپا نزدیک میشیم، شما کامپیوترتون رو روشن میکنین، میخواین چارت رو آنالیز بکنین، اولین دغدغه یک تریدر، اولین فکر میکنم واقعا مشغله ذهنی اینه که خب من کجا تا کجا اصلا قابل تریده، اون تیکهی که به درد من میخوره اصلا من اینو امروز تو جهت بای باید دنبال کنم یا تو جهت سل دنبال این باید باشم که مثلا دارم میگم تا چند دقیقه یا چند ساعت آینده به جایی برسه که بتونم برم سل یا بای، یا الان مثلا دارم میگم برم بای یا سل تا کجا قرار این ادامه پیدا کنه. این که شما بتونین یه تیکه درست از چارتو برای خودتون پیدا بکنین و بخواین روش کار کنین، به نظر من سنگ اول دیوار تریده. یعنی شما اگه بخواین پله‌های بعدی رو با موفقیت طی کنین، اول از همه باید کله استو بتونین در واقع مسیر نمودار رو پیدا کنین که به کدوم سمته، بعد نمودار توی اون مسیر قرار حالا میگیره یا نمیگیره راجبش صحبت میکنیم، بعد با استراتژی شما جفت میشه یا نمیشه، اگه با استراتژی جفت شد اینجا دیگه برمیگرده به شما که بتونین در واقع برنامه‌تون رو درست اجرا بکنین یا نه. یعنی همه این صحبت ها در نهایت میرسه به این که من بتونم یه تریدی رو درست اجرا بکنم. اجرا کردنش خیلی خیلی مهمه. خب دو تا منطقه است برامون خیلی مهمه، لو و های روز گذشته، یعنی وقتی کندل دیلی روز قبل بسته شده. امروز که من مثلا ساعت به وقت استانبول 9 صبح، یه ساعت دیگه بازار اروپا داره باز میشه، من ساعت 9 صبح 9 نیم صبح حالا دارم بازار آنالیز میکنم، اولین چیزی که برام مهمه، الان رو چارت با هم دیگه اینا رو کنترل میکنیم، اولین چیزی که برام مهمه اینه که موقعیت فعلی نمودار نسبت به لو یا های روز گذشته کجاست. یعنی مثلا دارم میگم نمودار یکم جلوتر قراره مثلا لوی دیروز رو رد بکنه یا نه، لوی دیروز رو رد کردن پایین لوی دیروز داره بازی میکنه یا برعکس تو قسمت های. خب اینا برام خیلی مهمه، الان روی چارت اونا رو با هم دیگه کار میکنیم و ببینیم که چطوری از تایم فریم دیلی ما تایید میگیریم برای تایم فریم یک دقیقه، تایم فریم یک دقیقه ای که خیلی ها شاید اصلا وحشت داشته باشن که بخوان برن روش ترید بکنن چون پایدار نیست. آره، ما پایداریش رو از دیلی به دست آوردیم، توی یک ساعت تثبیت کردیم، توی یک دقیقه پوزیشن زدیم. خب این میشه کاری که میخوایم انجام بدیم. با من همراه باشین. ببینید من چارت یورو یو اس دی رو براتون انتخاب کردم، تایم فریم دیلیش الان هستیم. خب یه لحظه با هم دیگه اینو نگاه کنیم، این کندل ما دیروز، این که حالا امروز بازه داره بازی میکنه. خواهش میکنم خوب توجه بفرمایید، بین راجب دیروز و پریروز صحبت کنیم، یعنی موقعیت کندل دیروز نسبت به پریروز، و ایزن برمیگردیم به چارت امروز که امروز چه کاری میتونستیم باهاش بکنیم. نگاه کنید روز قبل‌تر های و لوی ما کجاست، این در واقع های اون روز، اینم در واقع لوی اون روز. ما یکم بزنید بیایم اینورتر که بهتون قشنگ نشون بدم این تیکه. شما اولین کاری که باید بکنید اینه که من الان مثلا ساعت بزنید 9 صبح دیروز رو پیدا کنم، این طرف رو میشه. خب ببینید ما اگه چارت رو براتون بیارم به اینجا، خب در واقع دارین اینو میبینین، اینجا لوی روز قبل بوده، این خدچینا یه روز داره جدا میکنه، این روز قبل بوده با لوی اینجا، اینم که روز جدیده. خب اولین چیزی که هست اینه که خب الان من اینجا تکلیف چیه؟ شما اینجا هیچ در واقع برنامه ریزی نمیتونی داشته باشین برای بای، جز این که خب نمودار من
نسبت به روز گذشته اگه خوب عنایت داشته باشین، کلوز روز قبل تر کجا بود؟ کلوزش این کندل کلوزشه، این هم که در واقع لویشی که به دست آوردیم. نمودارتون موفق شد یه دور کلوز دیشب رو تاچ بکنه، داره به سمت پایین میاد. پس در واقع از کلوز دیشب نتونسته امروز خودش رو بکشونه بالا. خب پس حالا که بین کلوز و لوی دیروز داره کار میکنه، اولین توقع ما اینه که این خودش رو تا کلوز، معذرت میگم، تا لوی روز قبل بیاره پایین. خب پس اینجا برای من دوتا فرصت مهیاست. یک، سل زدن تو این تیکه که قراره به سمت اینجا بیاد، تو اینجا لیکوید داریم، لوی دیروز مهمه. دو، اعلام وضعیتش از اینجا. اگه رسید به اینجا چی میشه؟ اینجا مثلا دارم میگم لیکوید پایین رو جمع میکنه به سمت بالا میره، آره یه سناریوم اینه، یا نه به سمت پایین میره. اگه به سمت پایین خواست بره تا کجا میتونه بره؟ اونم در واقع میشه سناریوی بعدی ما. خب بریم بازم بریم از تایم فریم دیلی که ببینیم داره کجا میره. اگه قرار باشه بره پایین تر، در واقع سوینگ لوی تایم فریم دیلی ما کجاست؟ اینجا. پس اگه این لو رد شد تا اینجا باید بیاد پایین. خب حالا با هم دیگه تایم فریم یک ساعتمون رو که بررسی کردیم، پس اگه از اینجا به سمت پایین خواست بره تا اینجا باید خودش رو عمقی بکشونه. خب حالا پس من دو تا پتانسیل خیلی خوب دارم، یکی اینجا، اگه اینجا تایید داشتم تا اینجا پتانسیل بعدیم کجاست؟ اگه تا اینجا اومد به سمت بالاش، اگه اصلا این تیکه اینور اتفاق نیفتاد از اینجا خواست برگرده، من به سمت بالا. اینا جاهایی که ببین مسیر رو مشخص کردم، فقط جایی که من میخوام توش ترید کنم. این الان در واقع چی رو من میرسونم؟ مثلا نمودار من اومد اینجا، از اینجا خواست بره بالا، من بای نمیزنم، من تو پوزیشن بای قرار نمیگیرم، چون من تو جهت سل هستم. خب چرا؟ چون اومدم برنامه ریزی کردم برای تیکه تیکه این مسیر، برنامه ریزی کردم. حالا میاییم تو تایم فریم 5 دقیقه در واقع ببینیم که برنامه ما به چه صورته. خب توی تایم فریم 5 دقیقه اول از همه باید ببینیم خیلی خب نمودار من مثلا این ناحیه رو تونسته رد بکنه، در حین رد کردن این ناحیه، خدمتتون عرض کنم که این ناحیه رو عرض میکنم اینجا رو اومد لوی اینجا، در حین رد کردن این ناحیه همونجوری که می‌بینید دو تا اف وی جی هم زد، یه دونه از این اف وی جی ها واسه ما خیلی خوبه. این چرا؟ چون تو لوی اینور اوورلپ شده. پس در واقع برگشت نمودار به اینجا میتونه اولین پوزیشن سل من باشه تا اون پایین با استاپ پشت اینجا. خب نمودار رو یکم پلی میکنیم، میبینیم نه، منو جا گذاشت، اینجا رو تاچ نکرد، رفت به سمت پایین. خب نگاه کنید، حالا کاری ندارم این وسط، مثلا دارم میگم بازم مثلا این پتانسیل رو بخوایم بگیریم برگشت به توی این، خب آیا برای من تریدر این میصرفه؟ ببینید همه که همه داستان سر چیز نیست که، در واقع برنامه‌ریزی ترید حالا باید سر سود و زیان من باشه دیگه. من اگه خیلی زرنگ بودم اینجا میرفتم تو، از اینجا تا این پایین تی پی چقدر؟ 12 پی. خب تی پی اوکیه. استاپ لاس هم باید کجا بذارم؟ حداقلش باید بذارم پشت این ناحیه اینجا 4-5 پی. آره بد نبود، اینجا ارزش مثلا ترید کردن رو داشت. خب خدمتتون عرض کنم که نمودار ما اینجا رسید به جایی که حالا بار میل ماست. نمودار من اومده اون منطقه‌ای که در واقع لوی دیروز رو موفق شده به دست، یعنی بزنه، همونطوری که دیدین یه کندل لیکویدی اینجا نشون داد، ولی شما گپ اینور رو ندیدین. پس به احتمال خیلی زیاد نمودار من تا این پایین باید بیاد. پس شانس بعدی من ترید کردن برای به سمت اینجاست. خب باید ببینیم نمودار کجا به من راه میده برای ترید کردن. من هنوز تو تایم فریم در واقع خدمتتون عرض کنم که 5 دقیقه ما. خب نمودار ما ببینین این حرکتش اومده انجام داده. حالا اگه کسی قرار بود بره بای، من اینو بهتون بگم که ما هنوز اینجا تغییر ساختار نداریم. نگاه کنین در واقع یه لگ دست نخورده فقط اومده تا اینجا. خب یعنی اگه من قرار باشه برای بای اقدام کنم، طبق چیزی که اینجا دارم میبینم، اینو دیدم، این بیاد لوی اینور رو بزنه، بعدن بیاد های اینور رو بزنه، برگشتش به اینجا، این میشه بای من. این اینجا همچین ماجرایی رو اصلا پیاده نکرده. خب
و خدمتتون عرض کنم که نمودار یکم من ببرم جلوتر. خیلی خوب نگاه کنین، پایین لوی دیروز هستیم، به سمت اینجا میخواییم بریم برای پوزیشن. فاصله چقدره؟ اول چک بکنیم ببینین تقریبا 20 پیپ میتونیم برای پوزیشن اقدام کنیم. اینجا شو خواهش میکنم خوب توجه بفرمایید، ما یه ایکوال های اینجا داریم و در واقع لوی قبلیمون هم اینجا بوده، پس الان این سوینگی که اومده پایین تونسته لوی اینور رو بزنه، برگشتش به این ناحیه سل داریم. ببینید در واقع یه بار بعدم باید الان که لوی اینور رو رد کرد یه بار برگرده تا این ناحیه، ما اینور هم اف وی جی داریم، هم در واقع لوی دیروز داریم، هم در واقع یه اوردر بلاک چیزام اینجا داریم. خب پس در واقع برگشتش به توی اینجا باعث میشه که من برم تو تایم فریم یه دقیقه کارمو بخوام انجام بدم. حالا یکم نمودار بفرستیم بره جلوتر. خیلی خب ببینید الان چیزیه که ما میخواستیم ببینیم، نمودار رسیده به توی این ناحیه. اگه من اینجا رو ببرم تون یک دقیقه، توی یک دقیقه ما چی داریم؟ توجه بفرمایید، یه بار اون ناحیه رو ما گرفتیم، نمودار ما یه عقب جلو کرد توی تایم فریم یه دقیقه، جایی که ما میتونستیم بریم تو اینجاست. ببینید این مسیر شارپی که اومده پایین اف وی جی داریم که تاچ نشده، و خدمتتون عرض کنم که ما یک سوینگ های داخلی اینجا داریم، سوینگ های خارجی اینجاست. پس در واقع وقتی توی این مسیر ریزشی من دو تا سوینگ های دارم، این سوینگ های باید بتونه نمودار رو نگه داره. همونطوری که میبینید نمودارتون رو نگه داشته، یعنی شما خیلی راحت به نظر من میتونستیم برای سل اینجا رو، برای شورت اینجا رو در نظر بگیریم. اینجا و استاپمون هم خیلی راحت به نظر من پشت این شادو میذاشتیم، یعنی پشت این منظورمه. و خدمتتون عرض کنم که برای تی پی هم تایم فریم 5 دقیقه‌مون رو میاریم، جایی که ما میخواییم نمودار بتونه به دست بیاره اینجاست که از تایم فریم بالاتر به دست بیاریم. ریسک به ریواردمون ببینید خیلی خوبه، در واقع 2.5 پیپ استاپ لاس داریم در مقابل 20 پیپ سود احتمالی. خب جایی که میتونستیم برای ترید اقدام بکنیم، نمودار زد تی پی ما رو. خب حالا خوب توجه کنید، اینجا جاییه که کار تموم شده. چرا؟ چون تو سوینگ لوی دیلی بوده. نمودارتون باید از اینجا برگرده. خب اینجا این خوبش خیلی مهمه. نگاه کنید من این قبلی رو براتون پاک کنم. الان من اگه نمودار از اینجا سر و ته بشه به سمت بالا، دلم میخواد این تیکرم برای بای در واقع اقدام بکنم. خب دوباره بریم به منطقه در واقع لیکویدی رسیدیم، کندل 5 دقیقه‌مون هم دیدین جمع کرده خودشو. میریم تو تایم فریم 1 دقیقه، بازم تو تایم فریم 1 دقیقه چیا داریم؟ ببینید در واقع آخرین لوی که داریم اینجاست، هایش اینجا، نمودار الان تونسته اون لو رو رد بکنه. من تا اینجا چینج آف کاراکتر رو نبینم نمیتونم برم تو. خب پس نمودار رو فعلا اجازه میدیم بره. آها نمودار ما لوی جدید، یعنی این لو قدیمیه رو دوباره مجددا زد، پس من اونا رو کار ندادم. لوی جدید من میشه این، های جدیدش هم میشه این. نمودار اینجا چینج آف کاراکتر بزنه، من رفتم تو. خب یک هم دیگه به نمودار راه بدیم، ثبت میکنیم. آها ببینید اینجا نمودار شما موفق شد چینج آف کاراکتر بکنه. خیلی خب، شما یه تریدر نقطه ورودتون میتونسته کجا باشه؟ این FVG. و خدمتتون عرض کنم چون حالا اینو انتخاب کردم، ببینید هم توی 50% این مسیر احتمالاً، می‌بینید دقیقاً رو 50%شه. خدمتتون عرض کنم که اینجا رو بزنید بزرگ کنم بهتر ببینید. توی این مسیر از بالا داشته میومده، رفته برگشته، اینجا منطقه fair value ماست. خب این منطقه fair value ordered block داره. ordered blockش کدومه؟ اینو داره. این کندل اینورا. اینجا. این ordered block ماست. ordered block ما اینور FVG داره. این FVG مهمیه، چون اینورش هم یه دونه گره داشتیم. خب پس در واقع من تریدر جایی که برای بای این دفعه میتونم اقدام کنم دقیقاً تو این کندله. استاپمو باید بیام نگاه کنم تا اینجا چقدره، تقریبا 2.5 3 پیپ. اگه بذارم
لوی این ور چقدره؟ 6 پیپ. این برامون خیلی زیاده، ولی اینجا ما یه دونه اف وی جی داریم که میتونه در واقع یه خورده نمودار بکشه سمت خودش. ولی اینجا این شادو رو ببینین، ما یه ببینین بزرگ کنم بهتر میتونیم ببینین، ما یه سوینگ لو داریم. پس من دقیقاً استاپمو میتونم بذارم پایین این سوینگ لو، یه استاپ تقریبا 3 پی پی. تی پی مون کجاست؟ تی پی مون دقیقاً باید این ناحیه باشه. تی پی یکم میتونه اینجا باشه و در نهایت همون کلوز، یعنی لوی روز قبل‌تر که برای ما کلی اینجا مقاومت ایجاد کرده بود. خب حالا این نمودار رو بریم توی 5 دقیقه مسیری که ما می‌خواستیم و در واقع دیدیم، حالا نمودارتون راه بدیم. ببینین نمودار به جاش که شما وارد بشین درنگ نمی‌کنه. بیا اینم دقیقاً استاپ چیز تی پی شما رو زد، شروع به برگشت کرد. خب پس تایم فریم دیلی، همون یه دونه کندل دیلی که میبینین، حالا تو فاز بعدی ارتباطش با حداقل یکی دوتا کندل قبل تر از خودش کلی حرف برای گفتن داره. اون تو دیلیه شما یه تیکه خیلی کوچولو در حد چند میلیمتر داری میبینین، ولی تو تایم فریم مثل 5 دقیقه یا یه دقیقه یهو مثلا خودش 20 پیپه، خیلی رقم زیادیه. خب بعد تو همه این تریدا هم اگه، یعنی پوزیشن های احتمالی که الان با هم دیگه نگاه کردیم، استاپ لاس خیلی استاپ کوچیکیه. پس در واقع قبلا هم عرض کردم ترید کردن یعنی بازی فرصت ها. پس من وقتی میرم توی پوزیشنی که استاپ 3 پی پی داره، حالا اسپردش هم بگیریم مثلا 1 پیپ 1.2 پیپ، یعنی کلا 4 پیپ. تی پی ها دیدین همشون 2-3 برابر استاپ لاس است، به خاطر همون می صرفه وقتی بخوایم فرصت ها رو در نظر داشته باشیم. خب این یکی از مهمترین در واقع مباحثی که به عنوان تریدر باید بهش توجه کنیم، اونم بایس دیلیه. اگه دیدین که کندل دیلی تو اون یکی گیر کرده تکون نمیخوره فلان، میایم یک ساعته. اگه یه رو یا مثلا دارم میام تو یه هفته میبینین که کندلای دیلی اصلا نسبت به همدیگه موقعیت نمیگیرن، همینجوری فقط دارن تو رنج همدیگه حرکت میکنن، میایم یه ساعته. تو یه ساعته اگه در واقع بایس یه ساعته رو به همون صورت داشتیم، میتونیم برای ترید اقدام بکنیم. پس ما همیشه اگه قراره تو 5 دقیقه یه دقیقه ترید بکنیم، در واقع یه تعییداتی از تایم فریم دیلی یک ساعته داریم، چون تایم فریم بالاتر قدرتمندتر، پایدارتر، چیزی جلودارش نیست. خب و مطلب دیگه که تا یادم نرفته باید بگم، ساعت ترید کردنه. خب ببینید نمیدونم چقدر از اونجا معلومه، من برای خودم میام بعضی وقتا همچین کاری میکنم، یعنی یه گزارش این مدلی میمیسم. ماه گذشته روی چارت یورو یو اس دی اومدم اینو بررسی کردم برای این ماه که میخواستم ترید بکنم، که بازار اون بیگ مووش، حرکت بزرگش از چه ساعتهایی شروع میشد. خب ببینید تمام مسیرها از ساعتی که شروع میشد یا از ساعتی که تغییر مسیر شروع میشد حرکت بزرگه رو من اومدم نوشتم. ببینیم مثلا داره میگم طبق چیزایی که این مربوط به 20 روزه یک ماه کاری، مثلا از ساعت 10 تا 12 صبح به وقت استانبول تو 11 روزش ما حرکت بزرگه داشتیم، از ساعت 10 شروع شد تا ساعت 12. خب یعنی در واقع 55% این احتمال وجود داشت از 20 تا 11 تا. از ساعت 17 تا 18 نوشتم 10 روزش ما تغییر مسیر سنگین داشتیم، یعنی نمودار تا ساعت 5 حرکت کرده بعدا مثلا یهو یه طرف دیگه رفته. از ساعت مثلا دارم میگم 9 تا 10 صبح ما 3 دفعه فقط حرکت داشتیم، پس ارزش نداره من بخوام 9 صبح برم برای پوزیشن، احتمال اشتباه در اومدن زیاده. از ساعت 18 تا ساعت 20 که نوشتم فقط 4 روز ما حرکت بزرگ داشتیم، پس اینم ارزش نداره، ریسکش خیلی بالاست. ولی مثلا از ساعت 3 تا ساعت 5 تو 8 روز از اون 20 روز ما حرکت سنگین داشتیم. خب ببین اینا دیگه کارهایی که خودتون هم میتونین انجام بدین، یعنی در واقع بیاین بررسی کنین، چون شرایط بازار تغییر میکنه.
خب یه دفعه تابستونه، یه دفعه نزدیک انتخابات فلان جا هست، یه دفعه نمیدونم تو فلان نقطه صحبتایی هست، خب به خاطر اون شرایط بازار در تغییر میکنه. شما هم خوبه که در واقع آمار دستتون باشه، درسته میتونین پیدا کنین که نمیدونم به وقت ترکیه مثلا ساعت 10 بازار آلمان باز میشه، خب ساعت 10 بشینین پای ترید، نه اومدی مثلا ساعت 10 نتونستم ترید کنم، بازار حرکت کرد، مثلا الان که داشتیم هم دیگه چک میکردیم راه نداد که من بخوام برم تو، تموم شد اون روز ترید مرد، من دیگه ترید ندادم. خب بدونم دیگه تو چه تایمی مثلا من این توانایی رو دارم که بخوام ترید بکنم. مثلا دارم میگم الان طبق این برنامه که من اینجا واسه خودم مثلا نوشتم، ما از ساعت تقریبا 1:30 تا ساعت 3 بعد از ظهر تو هیچ روزی حرکت خاصی نداشتیم اصلا. خب من اون پای چارت نیستم، میرم چه میدونم دنبال یه کار دیگه هم مثلا. خب به زمان ترید کردنتونم توجه داشته باشید، اونم بخشی از برنامه تریدتون میتونه باشه که روی تریداتون خیلی تاثیرگذار خواهد بود. امیدوارم که با استفاده از تایم فریم های بالاتر مثل دیلی و یک ساعته بتونید تایم فریم های پایین‌تر تریدهای خوبی بگیرین، از ترید کردن لذت ببرین و سودهای عالی بزنین. وقت همگی بخیر.